برنامه ویژه هفته ما اختصاص یافته به 35 سال شهادت روانشاد محمد طاهر بدخشی، سرقافلدار بنیاد تفکر ملی. محمد طاهر بدخشی شخصیت سیاسی، فرهنگی و علمی کشور که نام او با ملی‌گرایی و وطن‌خواهی گره خورده. محمد طاهر بدخشی به تاریخ 8 عقرب سال 1358 به دست ناپاکان دشقیمان امین در پولگون پل چرخی پس از شکنجه های فراوان به شهادت رسید. یادش گرامی، روحش شاد بود. محمد طاهر بدخشی فرزانه مردی که با نبوغ خارق‌العاده‌ای که داشت همچون طبیب حاذق دردهای تاریخی و مشکلات محیطی کشور را با فکر و هوش و ذکاوت رسایی که داشت درک و پس از مطالعات و تحقیقات فراوان نسخه اصیل رهایی مردم و کشور را از چنگال فقر، بدبختی، نفاق ارائه کرد. محمد طاهر بدخشی خلاف برداشت‌های زمان خود طرحی را ارائه کرد که امروز پس از 35 سال پس از شهادت آن رهبری ناکام، امروز همه مخالفین او چی از چپ و چی از راست با اندیشه های او و برداشت های علمی و عاملانه او تسلیم هستند. روانشاد محمد طاهر بدخشی در آوانی با باورهای التقاطی و متداول زمان و عصر خود یک نی جانانه گفت که بسیار اندکی به حرفهای او باور داشت. شهید بدخشی در همان گیرودار اوج جنبش های چپ و جنبش های انقلابی که دردگاه سوسیالیزم، یکی اتحاد شوروی و دیگر چین و بعدها کانون های چپی نوین تیپ کاسترو، هوچیمین با وجود آمد. بدخشی در همه گیرودارها نکته بسیار اساسی بنیادی که حتی مارکسیزم نقد کرد، او مبارزه طبقاتی را رد کرد. بدخشی با تحلیل عمیقی که از جامعه داشت تضاد عمده و اساسی جامعه ما را تضاد طبقاتی نمی‌دانست. تضاد طبقاتی که رهروان مسکو و پکن به این اعتقاد بودند که پس از حل مسئله طبقاتی جامعه به شکوفایی میرسه و تضادهای فرعی دیگه حل میشن، ولی خلاف پندار تمام فلاسفه مارکسیست، بدخشی به یاد خود از جامعه ما اعلام کرد
نه تنها از جامعه ما بلکه از منطقه. مسئله ملی را در افغانستان بود منطقوی داد و ریشه هایی را به استعمار رساند و واضح و علنی گفت تا زمانی که تضاد ملی حل نشود تضاد طبقاتی نمیتونه حل شود. و این یک کفر بود در اون زمان، یک بدعتی بود که همه ایدئولوگ های سوسیالیستی و اسلامی را قبول نداشتند. همچنین که بنیادهای یا پکت مسکو و پکین معتقد به انترنسیونالیزم پرولتری یا اتحاد کارگری جهانی معتقد بودند که زمان نشان داد که غیر ممکن بود و از جانب دیگر جناح راستگرا مجاهدین و اسلامگراها هم که معتقد به مسئله ملی و حل عادلانه مسئله نبودن و همه چیز در ورای اسلام یعنی اخوت اسلامی و برادری می دانستن، اما مرور زمان نشان داد که متقدم بر همه مسائل ایدئولوژیک، مسائل اتنیکی و مسائل قومی و مسائل مذهبی بود. بدخشی به عنوان یک دانشمندی که نبض جامعه خود درک کرد و نسخه را از بطن جامعه ارائه داد که امروز صحت یزور هم دوستش و هم دشمنش می دانم. خب در مورد ازی که بدخشی چی طرح کرده بود و چی طرح ها و پیشنهادهایی داشت فکر میکنم اکثر هموطنهای عزیزی ما، اگر اکثر نه یک تعداد آگاهان سیاسی، حداقل تا اندازه معلومات دارن. هرچندی که متاسفانه بنابر نداشتن اجازه یک سازمان یا بنیاد و نداشتن یک نشریه چی علنی و مخفی، گفته ها و آثار بدخشی به اون شکلی که باید در جامعه به وقتش انعکاسی پیدا نکرد. البته با همه مشکلاتی که بود، ایده از یاران او، شاگردان او با بسیار مشکلات نوشته ها و طرحهای زور تکثیر کرده. از اونجایی که شهید بدخشی پشتوانه خارجی نداشت و در پهلوی مسئله ملی سیاست عدم دنبال روی را مطرح میکرد، زمینه و امکانات بسیار محدودی داشت. با طرح مسئله ملی و سیاست عدم دنبال روی که دو شعار بسیار نخستین از جمله پنج شعار اساسی روانشاد بدخشی بود، حرف هایی بود که به مذاق هم دولت مدارای وقت و هم احزاب و سازمان هایی که به بیرون ارتباطات گویا انترنسیونالیستی و اخوت اسلامی داشتن مذاقشان خوش نمیخورد. از همون جهت برچسب های بسیار زیاد ناجوان مردانه مثل تجزیه طلب، مثل سکتریست، مثل ضد پشتون و عظمت طلبی ملت تاجیک و امثال حرفهایی را به او نسبت دادند. ولی مرور زمان و گذشت حوادث نشان داد که بدخشی چقدر وحشورانه حوادث پیشبین بود و حسرت و افسوس بر ما که نتوانستیم از اندیشه های بیکران این مرد بزرگ توفه به جامعه تقدیم بکنیم، به ویژه در عرصه عملی. بدخشی همان گونه ای که افغانستان را بر افغانستان میخواست، انقلاب از طریق مردم و از مجاری اصولی بدون کمک خارجی و به اساس یک حزب
و کودتا نمیدانیست انقلاب افغانستان، انقلاب کاری توده های مردم در یک پروسه زمانی طولانی میدانیست و معتقد به جبهه متحد ملی بود. بدخشی در اون زمان اعتقاد به ای داشت که یا یک حزب سرتاسری کشور ایجاد شود، ولی استدلال میکرد که خیلی دشوار هست نظر به مشکلات قومی، مذهبی، سمتی، لسانی و ده ها دشواری های دیگه در نزدیک مدت غیر ممکن است. بایستی جبهه از احزاب و سازمان ها، شخصیت های ملی، مذهبی، تجاری ملی و دیگه عناصر تشکیل شود و پلتفرمی از ایره ساختن یک جامعه مرفع و از قید بند ظلم و ستم رهانیدن مردم بود. و در طی چندین دهه دانشمندان چی داخلی و چی خارجی پس از شهادت روانشاد بدخشی مقالاتی نوشتن، محافل گرفته شد و کتاب های چاپ شد. خب هر چندی که این کار واقعا در شناسایی اندیشه های بدخشی بسیار مثمر بود و بدخشی اولین شخصیتی میتونم بگم از جناح چپ بود که پس از مرگش قدر تحلیل، تکریم و تجلیل به عمل آمد. است شخصیت از او که واقعا سزاواری همی هم بود. ولی آنچه که امروز باید ما بکنیم ای هست که در عمل کوشش بکنیم که اندیشه های بدخشی را پیاده بسازیم. بدخشی چه میخواست که شهید شد؟ بدخشی برادری، برابری، عدالت، سربلندی، استقلال و آزادی کشورش میخواست. اما ای چگونه به دست می آمد؟ بدخشی هیچ گاهی به فکر قدرت و یا سهیم بودن در قدرت نبود و رسیدن به قدرت از طریق کودتا، از طریق راه های غیر مشروع، غیر موجه و مردود می شمارید. بنده از سال 2009 میلادی که 30 سالگی شهادت از او را به تلویزیون نور گرفتم و در او استاد واصف باختری و پوهاند سمندر غوریانی دو شخصیت بزرگ و ممتاز کشور ما در رابطه دو بود شخصیت روانشاد بدخشی صحبت کردن و الحق صحبت بسیار زیبایی کردن و هر دو بزرگوار دو پهلوی زندگی روانشاد بدخشی را که بخش زندگی ادبی از را استاد واصف باختری و بخش عیاری و جوانمردی و عرفانی از او را با تجزیه نام مستعار از او که ابوذر ویسی بود و هم در مقدمه کتاب دهقان کابلی، مقدمه که به همی نام مستعار نوشته شده بود، از روانشاد طاهر بدخشی بود که استاد سمندر غوریانی این را بسیار زیبا به تحلیل گرفته بود. و پس از او چند سال، هر سال از طریق برنامه نگین هویت حقیر یادی از بدخشی بزرگوار نمودیم، هرچند که زبان الکن و قاصر ما به او شکلی که باید ادای مطلب میکرد و ادای حرمت میکرد شاید کوتاهی های داشته باشم و داشتم. و در 33 سال شهادت روانشاد بدخشی به مدت 2 ساعت برنامه بود که از همه
افراد و اشخاصی که در گذشته ها رکیب یا مخالف سیاسیش هم بودند، تا دوستان روانشاد بدخشی و تا افراد و اشخاصی که بی‌طرف بودند، نقل قولای از همه ای بزرگوارا ما جمع‌آوری کردم و در نوار یک ساعته که در یوتیوب هم موجود است. و سال گذشته هم خواستم که از یارانی بسیار نزدیکش، از تاریخچه بنیادگذاری محفل انتظار، خاطراتی ثبت بکنم که برای جوانان یک درس مایه باشه و یاد داشتی باشم به عنوان برگه از تاریخ مبارزات ملی، که در او استاد زهرالله زهوری، یکی از همرزمان و از دوستان بسیار نزدیک روانشاد بدخشی که خود در محفل انتظار در او جلسه شامل بود، صحبت هایی داشت که ما جسته و گریخته یک بخش از او را خدمت شما تقدیم. به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، بینندگان گرامی برنامه نوین هویت، این هفته برنامه ویژه‌ای داریم با مناسبت 34مین سال شهادت شخصیت ملی فرهنگی و سیاسی کشور روانشاد محمد طاهر بدخشی، که این برنامه را با سروده از استاد عزیز و بزرگوار استاد واصف باختری آغاز میکنم. های فقر آلودگان، های فقر آلودگان، آن گنج باداورد کو؟ های فقر آلودگان، آن گنج باداورد کو؟ آن سپهدار، آن یلی گردن فراز، آن مرد کو؟ آن که شبهای سترونگ را به خاکستر نشاند، آن که پیغامی بلوغ عشق می آورد کو؟ با زبانی بی زبانی داستان پرداز بود، آن نگاهانی نجیب، آن چشم غمپرورد کو؟ ای کدام این دست ناپیدا ز پا افکندیش؟ ای کدام این دست ناپیدا ز پا افکندیش؟ کو چنان درد آشنای دیگری بی درد کو؟ دفتر سرخ شهادت را دلارا شاه بیت، آن بسوزی سینه در دیوان هستی فرد کو؟ شهید محمد طاهر بدخشی سری لین داریم و در ابتدا آغاز محفل و آغاز سخن از اینا شروع میکنیم. کسی که تا آخرین لحظه در زندان هم با اینا دیداری داشتن. جناب زهوری صاحب سلام و عرض ارادت دارم. امروز ما در مقام تجلیل از شهید بزرگوار محمد طاهر بدخشی قرار داریم و امی برنامه نگین هویت سال گذشته هم 33 سالگی شهید بزرگوار را تجلیل کرد و در او برنامه ما از بزرگانی که در مورد بدخشی صحبت های داشتن و نوشته های داشتن در او برنامه به خوانش گرفتیم که او در یوتیوب هم موجود است. شما را به عنوان یکی از همرزمان نزدیک شادروان طاهر بدخشی به این برنامه خوش آمدید میگیم و از شما خواهش میکنیم که اگر از آغاز شکلگیری مبارزات ملی شهید طاهر بدخشی و از این که از جریان دموکراتیک خلق با طرح مسئله ملی و مخالفتی که با رهبری و حزب پیدا کرد، البته مخالفت
از نظر تیوریک و مخالفت اندیشوی نه مخالفت شخصی. و با همیاری شما و جمع دیگری محفل انتظار آراست. میخواهیم که به عنوان شاهد عینی اون محفل انتظار از شما حرفای بشنویم و میکروفون در خدمت شماست. تشکر. ما البته چیزهایی نیست که تازه باشم، دوستان که یک جای دوباره شد بودم و همکاراشی که داشتم همه این مسائل مطرح شدن در کتاب ها هم هست، در مقالات به تعبیر هم آمدن. البته در آغاز اولین جریان سیاسی که در جنای چپ در افغانستان شکل گرفت و در آغاز از 8 نفر تشکیل شده بود و بعد 3 باقی مانده و 4 دیگه شم یکی بود از آقای محمد اقبال معرف معروف در آغاز ما بودم، دوستان علی محمد اسلام ها بود، آقای روحی بود، شادروان روحی بود و نور محمد ترکی دبرک کارفل و تاهی مرخشی. اینا اولین کمیته ایجاد ایز دموکراتیک خلق بود بنام جمعیت یاد نشید جمعیت دموکراتیک. بله جمعیت دموکراتیک. بله بعدها جمعیت دموکراتیک خلق بودون آمد در دوران دموکراسی شاهی و یک مدتی از سال 1343 نتبرست از یارده جدی 1343 تشکیل شد و تا سال 45 در 23 سال یک جایی بودم بود در 45 در موای سمبله 1345 بخشی جنای پرچم بر علی کارمل از این انشاب کرد و یک سال بعدش با آمدن حفیظ الرحمن و بالا گرفتن مسائل ملی برخشی و اختلافات میدولوژی که داشت با جمعه خلق بود بیان جدا شد و یک مدت به صورت انفرادی زندگی نکرد. البته تعداد زیاد از شاگرد ها و پدوای برخشی هم وقت بودن و در تحت فشار اونا برخشی باز تک تشکیل دیگر از مفاوضی بود که نامش در آغاز محفل اتدار بود و بعد در سازمان انفرادی در مرکشان افغانستان که بود کلام شد نامش تبدیل شد. اولین مشخص محفل اتدار در 15 سرطان 1347 هجری شمسی در کارته چار کابل در منزل شخصی درخشی بود. من هم در اونجا حضور داشتم. استاد زوری سب شما فرمودین که بدخشی سب در تحت فشار یک تعداد یارانش محفل انتظار به اصطلاح آراست. منظور از فشار چی است در اینجا که شما فرمودین؟ خب بدخشی وقتی که از جمعیت دموکراتیک خلق جدا شد که نام تشکیل نداشت و نمیخواست که به اصطلاح بزرگی یک تشکیل بازدید بیارد و همه دوستایی که همراهش بودن این را وادا هر روز رو فشار رو دارید میکنند که دارید دارید اما رو نموندید از یه پر همانید با یک چیزی باید موقعی من بسازید اما این محفل انتظار معنای تری محفل انتظار برخشی به این خاطر گفته بود که برخشی نیست که تنها یعنی ما با همه گروه کوچک که هستیم ما نمیتونیم که به این پراغی با وجود داریم ما به این که محفل مرکار رو جمع بسازیم و منتظر میمانیم که دیگر گروه های دیگه که در حالت تشکل هستن از تشکلشن با اونها یک جای در این نوعه پراغی رو باید دوست داریم. منظور از نام محفل انتظار همی گفت هست در مسئله دیگر نیست. یعنی منظور این منظور بدخشب از محفل انتظاری بود که اینا به عنوان یک محفل عرض اندام بکنن و در شرایط آینده افغانستان اونا چون طرح یک جبهه متحد ملی را داشتند. خب یا جبهه یا اگر فراغی وقت معلوم نبود مطاق محفل انتظار معنی شاید که با تنهایی ما تشکیل یاد نمی کنیم که با کسای دیگر با ما نمیان با اون خاطر ما بایش اگر ما تشکیل من تحقیل با خواهی منیم که با گروه سیاسی همانگیش خود و اینجا شدیم و یک تشکیل فراغی را باوجود داریم که نامش بعد از جمعه میشه داریست میشه یا چی میشه دو دیگر تفاقی بود باشا این نام محفل انتظار منظور از بدخشان بود که تنهایی نمیخواست یک چیزی بسازم. بله اما وقتی که باز از دموکراسی خلق هم از دو جایی باوجود آمده در جانب دیگه بنامی از تشکیل دیگه بنام دخوارش بنام آمده بود در سال 45 بنام شده جاوید بله بنام معروف شد دموکراتیک نوید
پرسش دیگه ایم ایس جناب زوری صاحب که آیا گفته میتونین که در امون روزی که اولین روزی که بنیاد محفل انتظار گذاشته شد آیا خطوط اساسی کاری آینده اونجا طرح‌ریزی شد و اگر شد چی خطوطی بود که نسبت به دیگه و دیگه احزاب و سازمان ها بود؟ رفتن در موبین مردم بلی؟ یک سوال دیگه خدمت شما عرض بکنم. شما گفتین که بعد از اینکه انشعابات در داخل جمعیت دموکراتیک آمد و جناح کارمل جدا شد و پرچم ایجاد کرد، بدخشی مدتی با جناح خلق برگامت ترکی ماند. شما دلیل ماندن شان این میدانین که بدخشی معتقد بود که مسئله ملی را باید یکی از برادرای پشتون تر بکنه، اینمان بکنه و اون موثرتر و بهترتر است. آیا این نظر درست است؟ خوب البته یکی از دلایل بودن نمیتونه این مثلا در بین پرچم هم پشتون ها غیر کارمل بودن، اگر کسوی بودن که در اولی جای پرچم هم پشتون ها بودن یا تو هم اون وقت روشن فکر به اساس میری جدا نشده بودن که کاملا توجیه های آزاد نقلی پشتون ها که پرچم بودن مثلا اکثریت با اکثریت پشتون ها با جنای خلق بود، در اکثریت پشتون ها با پرچم هم بود با مو هم اکثریت پشتون ها
بله 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 نشست یک جمعوانی بزرگی در کابل فکر میکنم که دو سال پیش برگزار شده بود و ما کتابی اون مجموعه که چاپ شده به دستم رسیده به نام سیر تفکر ملی در افغانستان و شما هم در این تدویر محفل نقش خیلی برازنده ای داشتین. راجع به این محفل یک صحبت بکنین که چی تغییراتی در سیر تفکر ملی طرح مسئله ملی که روان شد بدخشی مطرح کرد و با واکنش های مواجه شد، ولی امروز همه جناها مسئله ملی را قبول دارد و متاسفانه اون رقمی که پیشتر شما اشاره کردین امروز احزاب به احزاب قومی بدل شده و این نشان میده که ساعت اندیشه های بدخشته و که واقعا باید ملیت های مختلف اقوای مختلف در یک حزب و یک جبهه واحد باشند. در مورد امی محفل اگر یک صحبت بکنین خوش میشه. شما در قسمت از صحبتهایتان گفتن که قبل از شادروان بدخشی هم افراد اشخاصی بودند که موضوعات ملی را مطرح کردند.
اما با فکر ما افراد اشخاصی بودند، ولی طرح از وا به شکل یک طرح مدون، به شکل یک طرح علمی که راه برون رفته در افغانستان بیان کنه نبود. و مرکبی که استاد باختری گفتند طرح مسئله ملی با نام محمد طاهر بدخشی گره خورده. شما در قسمت دونستید جواب خیلی گفت شما منظور هم است که ما یک افراد ملی در یعنی از ملت های مختلف روشنفکر های که بخواهدی مشروطیت وقت ما بولی نمیگلن و اینا هم ما در جمله همی بایسورا تردارای ملی خلاف داد میکنیم. بله اما هیچ کدام وقت تر مدوان با ارتباط خاص مسئله ملی نیاره نکردن. بله و این تر بسیارت علمی و میتودولوژیکش در آن بدخشی هست و در آینده برام بدخشی خواهد بود. هیچ کسی دیگه برای بدخشی هم میتونم یعنی کنم سیتوازه به ایجاد نکنم. یا پویست که بدخشی داشتم و ترین بودم جامعه افغانستان هم روز که شرایط تغییر میکنم و به طرف پیش منم این ترها قوت بیشتر شدن در آن ضعیف نمیشن. در این خاطر این روزی تر چپ هم مطرح میکنم، راست هم مطرح میکنم و در مسائل سیاسی افغانستان یک اونه چیزی که پیدم یعنی اون جامعه را میتونم به آرمان ملی تبدیل کنم همی تر است. به عنوان سوال آخرین جناب ظهوری صاحب، پرسش ما این هست که امور رقمی که شما لطف کردین واقعا این بود چپ و راست همگی معتقد به اندیشه های بدخشی بزرگوار شدند که یگانه راه وحدت ملی افغانستان در تساوی حقوق برابر همه ملیت های افغانستان است. و اما امروز یک تعداد افراد اشخاص استفاده های ابزاری میکنند از موضوعات ملی و شما از این محفلی که به نام سیر تفکر ملی ایجاد شده بود یک مژده و یک پیام خوبی دادین. آیا این دنبال خواهد یافت و چه فکر میکنه آینده به چه شکل خواهد گرفت؟ خب البته اکتا دوستای ما داشتیم که اونجا تلاش کردیم که اگر شما محفل یک تشکیل دیگه بازد داریم یاد دم نیروی شامی تا تطبیق مسائل ملی یا تا تامین تصادف حقوق ملی باشه. و هر روز که آسان کسایی که مسائل دنبال میکنن نتوان یک مطلب همجا ما در محفیل هم گستیم آلی هم شما میگم که بدخشی تر شده پشتون نیست علی تو شوینیزم پشتون هست. بله بله تا بدخشی مطلب شیست که ما دیگر ملت ها باید ملت پشتون ها یعنی خلق پشتون ها از این ستمگری شوینیست ها خلاص کنند. واقعا اینا اگر اینا همی شوینیست ها در برابری باشه اینا را عدالت قدرانی نمیخواه که بارو برا. امروز گفت اساسی که ما در افغانستان نبینیم و روز طرف دیوره یعنی بسیار بسیار مناسب قبایل پشتون برای القاعده و بطالیب و بنیادگراها و بطوریزم هست. یعنی با این شناخت بدخشی که یک نیم قرن پیشتر از این مسئله برمی باور رسید که بدخشی گفت که اگر ما نخواهیم پشتون را نجات بدیم خود پشتون را خود نجات دادن نمیتونن و جاتو اینجان در اون مسئله که خودشان درگیر است بیشتر درگیر نیست. و امروز مسئله اساسی افغانستان مسئله طالبان و بنیادگرایی است که مثال اساسیش در بین قبایل است. این خاطر ما نه تنها بخاطر دفاع از حقوق ملی ازبک و تاجیک و هزارک بلکه بیشتر به نفع پشتون‌ها در این مبارزه صورت برداشت واقعا برداشت دقیق است. امروز هم که میبینیم یک تعداد کسایی که داد از حقوق پشتون ها میزنه و مسائل برتری زبان پشتو ایگپا را مطرح میکنن، امروز واقعا بدبختی را بالای خلق پشتون امینا آوردن. مناطق جنوب امروز آماج بمبارد و ترور و آدمکشی و ایناست که در اینجا بیشتر ضربه را خلق برادر پشتون میبینه نه دیگه کسا. بسیار زیاد بله بفرمایید. حضور 500 مکتب در مناطق پشتونشین از طرف طالبان سوختانده میشن. پیش سال میشه که یعنی در بسیار مناطق پشتون اصلا مکتب نیست. یعنی شاگرد یک سال هست بسیار هست به چی واقع. بله بله به چی واقع چطور میشن. بنابراین فقط این نفعی که از این مثلا میبنه یک چند نفعی خاص هست که اونا با استفاده از همین خود هم به نام نو میرسنم. من در
روشی حرکت میکنه پیوران میاد به بومیر و همی زندگی شکل نمیدانم زندگی همی قرون یولاست و این فقط از رس همی شمینسور که دوتی ندهدن و اونو نمیخواهم که قبیله تغییر کنم چرا از موجودیت قبیله به نفی اوناست این در قد واقعا دشمن های خلق برادر پشتون این همی شوینیست هستن که از نام برادر پشتون استفاده میکنن و بله واقعا واقعا بسیار زیاد ممنون شما جناب آقای زوری لطف کردین به برنامه آمدین و حرف های گفتین بسیار زیاد سودمند بود بسیار زیاد ممنون شما انشاءالله در آینده ها باز میتونیم یک مصاحبه اختصاصی داشته باشیم با شما لطف کردین یک جان ممنون شماست برای از این که چگونه بتانیم از اندیشه های بدخشی در راه ایجاد یک جبهک بیشتر من از اون نام گرفتم استفاده بکنیم تلاش های صورت گرفت و امور رقمی که در نوار شما دیدین استاد زهرالله زهری از کنفرانس بزرگی که در کابل چند سال قبل تشکیل شده بود زیر عنوان سیر تفکری ملی در افغانستان که کتاب ازی هم به نشر رسیده و دست رسیم هست و در این کتاب به عنوان آغازگری تفکرات ملی به شکل مدونی از او زیر چتر نامی بدخشی یکی در شخصیت های ملی و بعض سازمان ها جمع شدن و این بزرگ داشته انجام دادن که ما برای اطلاع رسانی بیشتر هموطنهای عزیز خود میخواهیم محتویات از این بسیار مختصر بیان بکنم در کتابی که با نام همایش سیر تفکر ملی به دسترس ما هست فصل نخست از این صحبت های شفاهی مهمانان است که صحبت اول محمد اعظم رهنورد زریاب نویسنده و داستان نویس معروف کشور که خود شخصیت آزاده و وارسته‌ای هستند گردندگی محفل هم با عده داشتن و صحبت های اصلی به نظر ما بیشتر خود رهنورد زریاب بیان کردن که بدخشی چگونه همین مسئله ای را که مسئله طبقاتی را رد کرد و مسئله ملی که تضاد فرعی بود او را به تضاد اصلی نمایان ساخت و مطرح کرد و ثابت ساخت و سر همین مسئله هم جان خود است داد و به تعقیب از او صحبت احمد ضیای مسعود که فعلا نماینده و سخنگوی آقای اشرف غنی احمد ضیا است و مسعوده جلال که اولین زنی کاندیدی ریاست جمهوری بود صحبت استاد دکتر سید عسکر موسوی زیر نام زندگی و اندیشه های شهید جامع دانیات محمد طاهری بدخشی و بدخشی و حل عادلانه مسئله ملی از دکتر مرادی بدخشی و مشی عدم دنبالروی از استاد محمد رفیع خوستی بیانیه عبدالظهور رزمجو معاون حزب پیوند ملی که قبلا حزب دموکراتیک خلق منشی کمیته حزبی شهر کابل بود اسلام بینش های عدالت خواهانه از جهانگیر ضمیری محمد طاهر بدخشی در روند مبارزه برای آفرینش نظام سیاسی عدالت پیشه محمد عتیق کیوان نگاه و نسبت زندیات محمد طاهر بدخشی با ناسیونالیزم و جنبش های سیاسی از بیژنپوری آبادی محمد طاهر بدخشی درخشانترین ستاره آسمان عبدالحفیظی
بهروز، سیری در اندیشه‌های سیاسی، علمی و فرهنگی مولانا بهرالدین بائس توسط شفیقه بائس، تفکر بدخشی راهگشای بن‌بست‌های سیاسی به قلم بهمن تکوین، چالش‌های شکل‌گیری اندیشه فراقومی در افغانستان به قلم نیستانی، گذار از دوران انقلابی به جنبش سیاسی مدنی امروز نویسنده شفیق الله شهیر، بدخشی مدافع راستین سیاسی و اجتماعی زحمتکشان انجینیر محمد عالم، گفتمان نوگرایی سیاسی در اندیشه زندیات بدخشی استاد سیف الدین سیحون، خاطراتی که مجال تبارز نیافت و در بایگانی ذهنم محفوظ بودند، شاه احمد فؤاد مرادیان، شهید محمد طاهر بدخشی در اندیشه‌هایش و در خاطرات ما زنده میماند، محمد یونس مرادی. فصل دوم، اشعار ارائه شده و واصله به کمیسیون تدویر. ای بیادت زنده در دل یادها، شعر از سناتور میربهادر واصفی. به جستجوی مزارت پیاده خواهم رفت، شعری از نیلوفر ظهوری. شهید آزادی از شهید سید شربت باقری. راه بی پایان فوزی بهارستانی. خواستگاه غرور سید گوهر باقری. خانه خورشید اکادمیسیان دستگیر پنشیری از واشنگتن. طاهر آزاد مرد عبدالمالک آتش. فصل سوم، پیام های واصله. پیام همدردی و گرامی داشت از شادروان محمد طاهر بدخشی از سوی کانون پژوهشگران افغانستان در لندن. پیام اکادمیسیان دستگیری پنشیری. پیام استر جنرال عبدالرشید دوستم. پیام الهاج سید منصور نادری. پیام دکتر رسول رحیم نویسنده و ژورنالیست. پیام بنیاد فرهنگی جهانداران غوری. پیام انجینر عبدالمجید سکندری. پیام انجینر فضل احمد طغیان. پیام دستگیر نائل. پیام سید خداداد مقیم کشور سویدن از جبهه مستضعفین. پیام محمد اسلم سلیم از کشور هالند. پیام شورای ولایتی حزب آزادگان. پیام ضیا بهاری از جرمنی. پیام استاد عبدالحمید از بهارک. فصل چهارم، دایره داران تفکر ملی. شاه محمد ولی خان دروازی که وکیل و نایب سلطنه حضرت امان الله خان بود که متاسفانه به وسیله نادر به جوخه اعدام سپرده میشه. پروفیسر غلام محمد میمنگی، محمد اکرم یاری، عبدالرحمن محمودی، میر غلام محمد غبار، برات علی تاج، سید بهادین مجروح، محمد اسماعیل مبلغ، علامه مولانا سلیم طغرای راغی، محمد علم رشنو، علامه سید اسماعیل بلخی، محمد کریم نزهی جلوه، شهید حاجی عین الدین عینی چعابی، شهید محمد هاشم واسوخ، مرحوم رضوان قلی تمنا از میمنه، شهید سید عبدالمجید کلکانی، شهید سید عبدالقیوم رهبر، شهید عبدالله رستاخیز. فصل پنجم، همرزمان و جانباختگان شهید بدخشی. شهید مولانا بهرالدین بائس، شهید استاد محمد بخش فلک، شهید عبدالحفیظ پنشیری، مرحوم محمد ظاهر یونسی. ای برنامه ویژه شهید بدخشی و دیگر رهروان راه اندیشه های ملی‌گرایی، شخصیت های مستقل، شخصیت های بزرگواری که با بدخشی و بدخشی با اونها همراه و همرزم بودن و شخصیت های فرهیخته‌ای بودن که من نام های از یاره گرفتم و همرزمان بدخشی هم که 3000 کادر آب دیده و ورزیده از این با وسیله
جلادای حفیظ الامین بدون محاکمه از اطفال صنف 10 و 11 مکتب گرفته تا استادا، چی استادای دانشگاهی، چی استادای مدرسه های لیسه ها و افسران و سربازان و استادان که به جوخهای اعدام سپرده شدن. و این کتاب همه نام یک تعداد زیاد درج است که ما بنابرای زیقی وقت از یک تعداد نام میگیرم و از دوستای دیگهی که نامشان من نمیگیرم، اما تاریخ و این صفحه کتاب نام زیاد به خط زرین درج است. تاریخ هیچ وقت اینا را فراموش نمیکنه و اینا کشته و معدوم نیستند، بلکه زنده جاوید هستند. یادشان بخیر، روحشان شاد و بازماندگان و پیروانشان سربلند از این که چنین شخصیت های بزرگی به جامعه تقدیم کردند. و باعث که اونها و ما و بقیه مردم افغانستان که افغانستان برای افغانستان میخواهند از این روش انسانی افغانستان برای افغانستان خواستن بدون مدعا و این کسایی که پروانوار در رای اندیشایشان جان دادن و با حزب مدهوس وقت آستان بوسی نکردن، در کنار مردم بودن و با تقوا و ایمانداری در رای اندیشیشان جان سپردن، که تاریخ بر از حرمتی بی پایان قائل است. از همرزمان شهید بدخشی، همان گونه ای که نام گرفتم، عبدالحفیظ پنشیری، مشهور به عبدالله، مرحوم محمد ظاهر یونسی، شهید قربان محمد پساکوهی، شهید انجینر محمد حسن دروازی، شهید انجینر عبدالرشید فرخاری، شهید دولت محمد شفق مشهور به حکیم، شهید عبدالجمیل جیهون، شهید امام نظر روستا، شهید سید شربت باقری، شهید سید عبدالباری معدنچی، شهید انجینر زیدالله زید، مرحوم خلیل الله رستاقی، شهید عبدالحکیم زردیوی، شهید حاجی محمد نسیم کشمی، شهید ضابط سخیداد، شهید مولوی خالمراد کلچی، شهید رئیس نورالله قرایی، شهید محمد الله قرایی فاریابی، شهید مولوی علمی فاریابی، شهید خالدار پهلوان، شهید مولان، شهید محمد اسماعیل. و تعدادی از بخش نظامی که به نام بخش شاهین یاد می شدن، چند بزرگوارشان هم نام می گیرم. مرحوم دگروال نورالله طالقانی، شهید جگلن سید مبین یمگی، نعمت الله هجرت پیلوت، شهید خدایداد خانوادی، شهید دگروال محمد اکرم پیلوت، شهید دگرمن عبدالرؤوف رستاقی، شهید توران محمد صابر خستفرنگی، شهید جگلن عبدالرحیم پیلوت، شهید محمد رحیم طالقانی، شهید محمد مراد خاشی، شهید محمد اسماعیل فرخاری، شهید محمد کمین سمرغی، شهید جکتوران احمد شای فرخاری، شهید جکتوران محمد زفر چوابی، شهید عبدالغفور بهارکی، شهید حشمت الله یاسین، شهید جکتوران علی خان پیلوت، شهید محمد عالم فاریابی. و فهرست ناتمام مانده. ای بود یک بخشی از نامی از شهدای گرانقدر که روانشان شد و همچنین گونه که نام بردم از پوهاند سید بهاءالدین مجروح و از اکرم یاری و همچنین از پروفسور غلام محمد میمنگی، اینا هم در مورد زندگیشان، از شهید سید عبدالقیوم رهبر، از شهید عبدالمجید کلکانی، از مرحوم رضوان قلی تمنای فاریابی و دیگر بزرگایی که
در راه اندیشه ملی گام برداشته بودم، چی با بدخشی و چی انفرادی، همه زوان نامشان تا حدی که مقدور بوده در این کتاب گنجانیده شده. و امیدوارستم که اولین کتاب و آخرین کتاب نباشه و همچنین این شهدای جان برکفه باید آثارشان، زندگی نامهشان جمع‌آوری شوه و باز مثل ازی در یک مجلد دیگه به چاپ برسه تا نامشان در صفحات زرین تاریخ ما برای همیش ماندگار باشه. اما در این قسمت صحبت یکی از دوستان و یک بخشی از صحبتهای پوان سمندر غوریانی کنین. در این بخش از برنامه های قبلی چند نقل قول هایی را که از خاطرات دوستداران بدخشی، دوستان بدخشی و از بزرگان ما در رابطه با این شهید نقل قول های است که برای ما اجازه داده بودن در صحبت های تلفنی با اینا صحبت کرده بودیم و به خصوص استاد جیلانی یفتلی که جریان شکنجه و عذابی را که دشکیمان امین به شهید بدخشی روا داشته بودن تا از او اعترافات اجباری بگیرن و نتونستن، ناکام شدن و بدخشی با ریختن خون خود، مردانگی خود در مقابل شکنجه از خود نشان میده و یک صفحه زرین دیگه را به یادگار میگذاره که حتی با اقرای شهید و قولی در مقابل چشمان از او با شهادت میرسانه. همون گونه که در یک بخشی از صحبت‌های خود گفتم، تجلیل‌ها و بزرگداشت‌های فرمایشی در دل دوا نمی‌کنند. آنچه بر ما هست این است که همون گونه که بدخشی از آثار گذشتگان در مورد قضایای کشور، در مورد مسئله ملی، از دل تاریخ، از مستشرقین، از صحبت موی سفیدان و بزرگان چی استبداد در این کشور روا داشته بود، این یادداشت‌های جمع کرد و یادداشت‌های خود پس از 10 سال با هم تلفیق کرد و اثاره ازیرا که ستم ملی و جنایات و ناروایی هایی که از طرف یک خاندان و با وسیله یک خاندان از یک قومی بالا یک قومی دیگه تحمیل شده بود و جنایات صورت گرفته بود که امروز ما محصل از او را متاسفانه شیره از او را ما می چشیم، نسل ما و نسل های بعدی ما. همون گونه ای که بدخشی و یاران بدخشی و سلف بدخشی انجام داده بودند، اخلافی از او هم باید در امی مسیر گام بگذارند. اگر مثل دیروز ما جبهه‌ای نداریم که به جنگ بریم، تفنگی نداریم و نباید که امروز داشته باشیم، امروز ما باید قلم داشته باشیم، ما باید رسانه ها را در اختیار داشته باشیم. روشنگری بزرگترین میراث بدخشی و عناصر ترقی‌خواه و وطن دوست بود. امروز خوشبختانه جامعه ما با همه بدبختی های کیرهی 3-4 دهه کشید، امروز یک نسل جدیدی، یک نسل ترقی‌خواه، یک نسل که با آینده می نگرند، یک نسل که عاری از یک سلط تعصبات هستند،
اینا در حال تکوین و شکل گیری هستند. ولی بدبختانه نباید غافل باشیم که همان کونکارای قدیم فرزندانی از اونا با تنظیم در شبکه‌های معینی همان اندیشه‌های شونیستی، همان اندیشه‌های برتری‌خواهی، همان اندیشه‌های نجات پرستی استعماری را به شکل دیگه امروز زمزمه می‌کردند. اگر دیروز در لابلای ادبیات ملت‌سازی وحدت ملی و حرف‌های ملی ملی که هیچ وقت ملی نبودن، غیر ملی، غیر انسانی و فقط بر یک قشر بود که با ترویج این اندیشه ها هرچی بیشتر شگاف ها در بین مردم زیاد کرده می رفتن و زیاد کرده می رن. وظیفه عناصر ملی و شخصیت های وطن پرست این هست که امی ریشه های اندیشه هایی که ما را از چند سال به طرف به این بدبختی رسانده و هنوز دارن کسایی که با پشتیبانی باز با دارای پدران و پدرانشان باز کشور ما را حمام خون بگردن، چنانچه که امروز همان فرزندان انگلیس ها، همان کسایی که به عصر حجر برگشتن اندیشه های قرون وسطایی دارن، امروز ما شاهد هستیم که زیر نام القاعده و طالب و حزب اسلامی و امثال هم چه جنایاتی را مرتکب نمیشوند. و این دستاوردهای امروزی که آزادی و نیمه مظاهر تمدنی که در کشور راه باز کرده، هرچندی که همی افراد اشخاصی که به اصطلاح طالبای نکتای پوش ایرا به یغما بردن، چورو چپاول کردن، بیراه کشندن و نگذاشتن که پولها در جهت رفاه و سعادت مردم به کار برده شود، ولی باز هم به شکل دیگه تلاش دارن که افغانستان متحد نباشه، یک پارچه نباشه، در صلح و آرامش نباشه. وظیفه ما افراد اشخاصی که وطن برای وطن می اندیشیم و با فکر چوکی و با فکر مقام و زر و پول نیستیم، ما باید یک جبهه خود داشته باشیم که اگر ما نسلی که در حال انقراض هستیم جوانا را باید بسیج بکنیم و این جوانها هستند که از تجارب تلخ ما چیزهای بیاموزند و هم قطاران خود، هم سنسالای خود که اگر شکار همچو اندیشه های زهراگین متعفن بوینا که قبیله پرستی، قوم پرستی، زبان برتر، نژاد برتر، قوم برتر، منطقه برتر میخواهند، اینا رو به طرف برادری، به طرف مساوات خواهی، به طرف همزیستی مسالمت آمیز دعوت بکنن و یک صف واحد بسازن تا مثل سایر کشورهای دنیا با بر اساس کرامت انسانی و عدالت اجتماعی مسئله شهروندی را مطرح بکنن. هر شهروندی افغانستان، همین محدودهی که به نام افغانستان امروز یاد میشه، بدونی که در نظر داشته که امروز واکنش هایی در مقابل یک تعداد افراد اشخاصی که در تلویزیون ها میبرند و چرندیاتی را سر میتند که گویا این وطن ما قبول داریم، این وطن از ما هست و در واکنش از این فرزندای اقوام دیگه ای که اونا خود مستحق میدانند، این سرزمین آریانا و خراسان میدانند و افغانستان یک نام جعلی و استعماری می دانند و حقایق دیگه ای تاریخی که ای باید بر اساس منطق، بر اساس قبول واقعیت ها و بر اساس نیاز و ضرورت صلح و
برابری باید با یک تفاهم و با یک همدیگر فهمی مبدل شود. ادامه ای بحران چرا هر عملی اکثر عملی ایجاد میکنه؟ اگر دیروز اکثر عملی نداشت، مردم خاموش بودن، مردم امکانات نداشتن و یک طبقه ظالم بود، یک بخش مظلوم بود، یک قوم حاکم بود، دیگر اقوام محکوم بود. امروز معادله برعکس شده. کسایی که در این رای غلط بر سبیل گذشته ها این اندیشه را انواد میکنن، با وجودی که القاب چون استاد و پروفیسور و چیم چی و چی دارن، اما اندیشه هایشان دست اندیشه های غیر انسانی. ما برداشت می هست که این افراد می دانند که اندیشه هاشان غلط است، چون امروز یک نوجوان نوباوا می فهمه، یک طفل می فهمه که باید آزادی داشته باشه، برادر باشه و برابر باشه و در فضای صلح و برادری و اخوت زندگی بکنه، که امروز در جوامع پیشرفته می بینین مسئله قوم و زبان و مسائل ارزش و اهمیت خود از داده، هرچند که برای هر کس ای هر زبانش، فرهنگش و افتخارات ملیش قابل قدر و قابل نگهداشت است. اما وقتی که هر قوم و هر زبانی که بخواه زبانی دیگر را، فرهنگ و افتخارات دیگه از دیگه مردم نابود بسازه و از خود ترویج کنه و بالای مردم بقبلونه، از هر قوم و قبیله و قماش که باشه مردود است. امروز نیاز زمان همی هست دیگه، با اون سیاست های غلط غیر انسانی استعماری دیگه نمیشه که تفرقه به اندازه حکومت کن. من امیدوارستم که از این سال به اون سال وقتی بزرگ داشته از شهید بدخشی میکنیم، اندیش های بدخشی امیره حکم میکرد که ما به طرف ساختن یک جامعه انسانی، یک جامعه فارغ از زورگویی، ظلم و استبداد و خشونت و تروریسم پروری ما به دور باشیم. ما آرزو دارم که اگر زندگی بود سال آینده باز تجلیلی از شهید بدخشی و یاران ملیگرای از او و شخصت های بزرگ دهی که دهی را شهید دادن، یادی از او را گرامی بدانیم و از این سال تا اون سال ما محاسبه کنیم چقدر در جهت گسترش اندیشه های ملی، اندیشه های وطنی، اندیشه های خودی ما کار کردیم و مردم را بسیج کردیم و چقدر دستاوردی داشتیم. به این گونه باید تجلیل بکنیم، نه با فقط بزرگداشت‌های معمولی و کلیشه‌ای و فرمایشی که دیگه در دیر دوا نمی‌کنه. و ناگفته باید نگذارم که امروز بدخشی متعلق به بدخشان، متعلق به سازمان و متعلق به یک گروه و یک جمعیت نیست. بدخشی یک اندیشه هست، بدخشی یک اندیشه هست، او اندیشه، اندیشه ملی‌گرایی، اندیشه ای که امروز در جامعه پهن شده. بسیار رزمندگانی بودن که هیچ بدخشی را نمی‌شناختن، ولی حقانیت راهی از او را با تجربه درک کردن، عملا در منطقه خود دیدن و باورهایی که داشتن باورهای خوش باورانه بود. امروز مسئله ملی که بدخشی مطرح کرد در منطقه چسبش خود داره. بدخشی هیچ وقت یک ناسیونالیست نبود، بدخشی هیچ وقت عظمت قوم خود، قبیله خود، زبان خود، مذهب خود بالای کسای دیگه نبود. بدخشی بسیار با سربلندی و آزادگی، شما دوستا میبینین با خان عبدالغفار خان عکس های یادگاری داره.
و خودم از زبان بدخشی بارها شنیدیم، همان گونه ای که برادر پشتون ما در اینجا در حاکمیت هستن، که البته همه ملت شریف پشتون در قدرت نیستن، فقط یک تعداد تکدارایی که تو امروز هم هنوز از نام و قوم شریف تجارت میکنن، اونا اگر در اینجا حاکم هستن در پاکستان محکوم هستن. ما از جنبش برحقی که با رهبری خان عبدالغفار خان برای افتیده بود از او حمایه میکنیم، نه الحاق پشتون ها را. او سرنوشتشان خودشان باید تعیین بکنن چی میخواهد. و همچنین وقتی که محکومیت ملت های محکوم اینجا مطرح کردن که با دلایل و شواهد و آثار و حقایق عینی جامعه ما، و اگر در اینجا تاجیک ها محکوم بوده ولی در ایران فارس ها حاکم هستن، زبان فارسی اونجا تسلط داره، هرچندی که زبان فارسی یک زبان غنی هست و امروز از اون واقعیت باید نگذاریم، زبان فارسی است در ایران که وحدت ملی را تامین کرده، که البته این قابل یک بحثی دیگه هست که من میتونم بگویم که راستی امو قسمی که امروز در ایران زبان فارسی به عنوان زبان دوم اسلام، زبان مولانا و سعدی و حافظ و بیدل که در مکاتب مذهبی ما مثنوی مولانا، بوستان و گلستان سعدی، در همه ملت هایی که بودن، چه پشتون بود، چه ازبک بود، چه هزاره بود، چه ترکمن بود، در آسیای میانه حتی با امی زبان اینا فرا می گرفتن. پاکستان امروزی سرود ملیشان به زبان فارسی هست، اما در اوجه فارسی ستیزی نمی کنن، در افغانستان می کنن که اهداف سیاسی خود دارن، که ما غافل از این حرف ها نباشیم. ما باید شخصیت های ملی خود از هر قوم و از هر قبیله و از هر سمتی که هستن بر اساس اندیشه هایشان ارزیابی بکنیم و ارزش گذاری بکنیم. برای ما بدخشی فرق نمی کند، با همی اندیشش اگر از بلوچ می بود، اگر از آزاره می بود، از هر جایی می بود، اگر از پاکستان می بود، امی اندیشه های عدالت خواهی و امی درکی که از تاریخ منطقه پیدا کرد برای ما قابل فخر و افتخار بود. مسئله ای که هم زبان ما باشه و هم منطقه ما باشه و هم دیار ما باشه اصلا مطرح بحث نیست و نباید باشه، و خصوص به کسایی که چیزهایی می فهمند. واقعیت مسئله صادقانه عرض می کنم که در هر قوم و قبیله افراد اشخاص خوب و بد وجود دارن، اما از مابین همین گلستان و زیبایی که ما گلهای طبیعی که از اقوام مختلف هستیم، از هر قومی که ما یک شخصیت متفکر و بزرگی سر بدر میکنه، اقوام دیگه نباید فقط با تعصب دو برخورد که ما متاسفانه امروز میبینیم. احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی پذیرفته شد، نه تنها از طرف مردم افغانستان و لوی جرگه بزرگی که بود، امروز از طرف دنیا قبول شده. امروز راجع به احمد شاه مسعود خبری که بسیار نزدیک داشتیم، یک ژاپنی یک کتابی به زبان ژاپنی پخش کرد، نشر کرد. امریکایی ها نشته کردن، روس ها خودشان اعتراف کردن به شکستشان قابل مسعود، اما یک تعداد برادرای ما امروز عکس العمل نشان میدن، این کوتاه‌بینی ما را نشان میدن. هر کس اشتباهاتی داره و محاسنی داره. وقتی که احمد شاه مسعود آخرین فردی بود که سنگر جان داد و گفت به اندازه جای پایی که کلاهی ما داشته باشم از این وطن نمیبرم، از این خاک دفاع میکنم، از این که بالاتر گفته
انسانی و وطن پرستانه میشه که در همون جواز خون خود بریزانه. اما ما به اساس تعصب منطقی خود و ولایتی خود و تو به اساس تعلقات زبانی و مذهبی و قومی خود این بد بگوییم، دنیا بری شما میخند. پس از سالهای سال، پس از کشتن میلیون ها انسان، یک گل میشکفه و او خود تثبیت میکنه، دیگر ها او را میپذیرند. ولی ما که از همی سرزمین هستیم، زندگی مشترک داشتیم، سالهای سال همسایه هم بودیم، در این سرزمین از نعمات استفاده کردیم، ما خودمون نمکدانمان را بشکنانیم، به نظر ما کمال ناجوانمردی است. همان گونه ای که ما امروز مثلا وقتی مثلا استقلال افغانستان میشه، ما اشتباهات امان‌الله خان کنار میزنیم، فقط امی حس بزرگی آزادی خواهی از این برای ما مایه افتخار است. تمام عیوب دیگه از این که جامعه را نمیشناخت، بسیار پلان ها و اصلاحات بسیار شتاب زده ای داشت، جامعه را نمیشناخت، همه از اون را نادیده میگیریم. ما از این بود که تیزو برخورد میکنیم. وقتی که از احمد شاه مسعود و از طاهر بدخشی و امثال هم یاد میکنیم، به اساس گپ قومی و تعلقات نیست، این اندیشه تفکرات ملی را به وجود آورد و مسعود هم تسلیم بیگانه ها نشد. سنگر و سنگر در طول حیات شرافت مندانش از وجه وجه بیندگی گرامی، ای بود برنامه امروز ما، ای هفته ما. تا برنامه دیگه شما را به خداوند لاعزال میسپارم. امیدوارم در رابطه با صحبتهایی که داشتم دوستا انتقادات و پیشنهادات که داشته باشند بالای دیده بنده در خدمت هستم و او را با شما بینندگان گرامی به کنکاش و بحث میگذارم. بینندگان گرامی، ای بود برنامه‌ای